نوای نی، برنامه شماره 13. نویسنده برنامه محمود شاهرخی، اجرا کننده روشنک. این برنامه با همکاری شاپور رحیمی و احمد انوشه تنظیم شده. صدا برداران ایرج فهیمی، رحمان ایدون. تهیه کننده برنامه مهدی سدیفی. نوای نی. بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدائی ها شکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریده ام، از نفیرم مرد و زن نالیده ام. به نام آن معبودی که اصل هر کمال است و هر چشمی هر زیبایی و جمال، و به یاد او که در همه آفاق هستی پدیدار است و در آینه انفس آشکار. اینک دیگر بار چنگ سخن را ساز و نوای جان پرور نی را آغاز می کنیم و از آن ذات بی‌مثال خواستاریم که از فضل و کرم خیش ما را به راه ثواب رهنمون باشد و از لغزش و خطا مسون دارد و سخنهای نقض و دلپذیر تلقین فرماید. ای خدا، بنما تو جان را آن مقام کندرو بی حرف می روید کلام. بر سر سخن رویم. آدمی پدیده است اعجاب انگیز و موجودی اسرارآمیز که همه دقایق و رموز عالم هستی در جرم به ظاهر سفیر او مندرج است. این موجود شگفت‌انگیز بین دو بی‌نهایت قرار دارد، بدین معنا که هم می‌تواند به مرتبه اعلای انسانیت و به مرحله خداگونگی رسد و هم در او این زمینه هست که به نازل‌ترین و پست‌ترین مراتب وجود و فروتر از حیوان سقوط نماید. تا کدامین غالب آید در نبرد، زین دوگانه تا کدامین برد نرد. این طرف معجون گاه ممکن است از بلندترین قله کمال به درکات شقاوت و تیر روزی سقوط کند و گاه به یک مرتبه از منجلاب پستی و اسارت نفس به اوج معراج انسانیت و ذروه کمال صعود نماید. مولانا در داستان پیر چنگی سیمای موجودی ناتوان و درمانده را ترسیم می کند که عمر خود را در سر کار هوای نفس کرده و در بیخبری و غفلت به سر برده است، اما ناگهان با یک پرش به اوج خداگاهی و به معراج کمال رسیده است. اینک داستان را از او بشنوید. Thank you.
شنیدستی که در عهد عمر بود چنگی مطربی با کر و فر. در روزگار عمر پیرمردی چنگی میزیست که فرتوت و درمانده شده و آفتاب عمرش بر لب بام رسیده بود. این چنگی پیر در عهد جوانی با نوای دلنشین و زخمه‌های شورآفرین خود تار و پود دل مشتاقان و رگ جان شوریدگان را به اهتزاز در می آورد و هزار دستان از نوای دلکش وی از خود بی خود می شد. بلبل از آواز او بی خود شدی، یک طرب ز آواز خوبش صد شدی، مجمع و مجلس دمش آراستی، از نوای او قیامت خواستی. آن مطرب پرشور چیره دست و جوان شوخ طبع سرمست که روزی در اوج شهرت و محبوبیت بود و آوای خوش و پنجه دلکشش شور و نغمه بر جانها میریخ، اینک گذشت زمان و گردش دوران وجود خسته و دردمندش را در هم شکسته و سیمای پرترابتش نشاط و شادابی را از دست داده و صوت جانفزایش به آوازی کریه و ناخوشایند مبدل گشته است. چون برآمد روزگار و پیر شد، باز جانش از عجز پشگیر شد. پشت او خم گشت همچون پشت خم، ابروان بر چشم همچون پار دم. گشت آواز لطیف و جانفزاش ناخوش و مکروه و زشت و دلخراش. آن درمانده شوربخت که روزی شور هر بزم و مجلس بود و شمع هر محفل، اکنون برای ادامه حیات نیازمند یک گرده نان بود و برای کسب روزی در هر کوی و برزن سرگردان. چون که مطرب پیر ترگشت و ضعیف شد، زبی کسبی رهین یک رقیف. آن مسکین دردمند در چنین حالت که وجودش در آتش یأس و نامرادی میسوخت و از هر در رانده و از انعام خلق وامانده بود، از سر عجز و نیاز رو به سوی خداوند آورد و بر آستان او دردمندانه چنین نالی. گفت: عمر و مهلتم دادی بسی، لطفها کردی خدایا با خسی. معصیت ورزیدم 70 سال، باز نگرفتی ز من روزی نوا. نیست کسب امروز، مهمان تو هم، چنگ بهر تو زنم، کان تو هم. گفت معصیت ورزیدم 70 سال، یا من معصیت ورزیدم
چنگی پیر با تن و جانی خسته و جسم و روانی در هم شکسته چنگ را برگرفت و راهی گورستان یثرب شد، در حالی که در آتش حرمان و حسرت و ندامت می‌سوخت و اشک چونان سیلاب بر رخساره در هم شکسته اش روان بود. در آن گورستان خلوت و خاموش معبود خیش را مخاطب ساخت و از سر درد و اخلاص چنین گفت: خدایا، سالها مرا عمر و مهلت دادی و انواع نعمت بخشیدی، دریغ که من از سر غرور و نادانی عمر را در کار هوس کردم و از تو غافل ماندم. امروز عزم آن دارم که تنها برای تو چنگ بنوازم و با تو راز و نیاز گویم. چنگ را برداشت، شد الله جو سوی گورستان یثرب آهگو. چنگ زد بسیار و گریان سر نهاد، چنگ بالین کرد و بر گوری فتاد. خواب بردش مرغ جان از حبس رست، چنگ و چنگی را رها کرد و بجست. در این حالت عمر را خواب در رو بود، بدو ندا کردند که ما را بنده است بس محترم و ارجمند که امروز او را به ما حاجتی افتاده است. همکنون 700 دینار از بیت المال برگیر و بدو بسپار و از جانب ما مرو را عذرخواه باش و بدو پیغام بازده که این مبلغ بگیر و صرف کن، پس از خرج آن دیگر بار به نزد ما بازا. بانگ آمد مر عمر را که عمر، بنده ما را زهاجت باز خر. بنده ای داریم خاص و محترم، سوی گورستان تو رنجه کن قدم. ای عمر، برجه ز بیت المال عام، 700 دینار بر کف نه تمام. پیش او بر که تو ما را اختیار، اینقدر بستان کنون معذور دار. خلیفه دینار بر می گیرد و به جانب گورستان ره سپر می شود. پس از تفحص و جستجو جز مردی که چنگ زیر سر نهاده و آرام قنوده است دیگری را نمی یابد. با خود می اندیشد که چنین کسی شایان مقام نیست، از این رو دیگر بار به جستجو می پردازد و چون جز آن پیر کسی را نمی یابد یقین می کند که این هموست که بدو گفتند. چون یقین گشتش که غیر پیر نیست، گفت در ظلمت دل روشن بسیست. آمد و با صد ادب آنجا نشست، بر عمر عطسه فتاد و پیر جست. چون نظر اندر رخ آن پیر کرد، دید او را شرمسار و روی زرد. خلیفه از او استمارت و دلجویی کرد و صورت حال بدو باز گفت و مژده رحمت و بخشایش بدو اعلام نموده چنین گفت: پیش من بنشین و مهجوری مساز، تا به گوشت گویم از اقبال راز. حق سلامت می کند می پرسدت، چونی از رنج و غمانه بی حدت. پیر دردمند دلخسته چون نوید عنایت و پیام رحمت باز می شنود، وجود ناتوانش به کانونی از اخگر سوزان بدل می گردد و آنچنان آتش عشق و محبت در مجمر دلش زبانه می کشد که خرمن هستیش را به خاکستر بدل می سازد و چونان آهنی که در تاب حرارت رنگ و خوی آتش می گیرد سراپا شعله و التهاب می شود و چنگ را بر زمین زده خرد می کند و در حیرت و حالتی عجیب فرو می رود. پیر لرزان گشت چون این را شنید، دست می خواهید و جامه می درید. چون بسی بگریست و از حد رفت درد، چنگ را زد بر زمین و خورد کرد. آنگاه در آن حالتی که هیچ به وصف در نمی گنجد معبود خیش را مخاطب ساخته و با سوز و شرم و اشتیاق دردمندانه به راز و نیاز پرداخت. گفت: ای بوده حجابم از اله، ای مرا تو راه زن از شاه راه.
ای بخورد خون من 70 سال، ای ز تو رویم سیه پیش کمال، ای خدای با عطای با وفا، رحم کن بر عمر رفته در جفا. داد حق عمری که هر روزی از آن، کس نداند قیمت آن در جهان. خرج کردم عمر خود را دم به دم، در دمیدم جمله را در زیر و بم. Thank you.
دردمیدم جمله را در زیر و بم، دردمیدم جمله را در زیر و بم. سوخته را حالی خوش افتاده بود. آفتاب معرفت و معنا از روزنهای غیب بر جانش تابیدن آغاز کرد، خود را در معراج قرب و پیشگاه محبوب ازلی می‌یافت که بی پرده و حجاب به رویش رخ می‌نماید. او جانی تازه و تولدی دیگر یافته بود و از وصول چنین حالت دچار حیرت شده بود. همچو جان بی گریه و بی خنده شد، جانش رفت و جان دیگر زنده شد. حیرتی آمد درونش آن زمان که برون شد از زمین و آسمان. آن سوخته ی آتش محبت چون پیام رحمت و بخشای شنید و از نسیم رحمت بی منتهای حبیب بوی برد، نخست چون بحری طوفانزا به جنبش و جوش برآمد و سپس حیرت زده آرام گرفت و لختی بی خود بر جای ماند. آنگاه دیده فرو بست و پس از لحظه چند مرغ جانش از قفس تنگ تن رست و در پرده غیب به پیشگاه قرب محبوب ازلی در پیوست. چون که قصه حال پیر آنجا رسید، پیر و جانش روی در پرده کشید. پیر دامن راز گفتگو فشان، نیم گفته در دهان او بمان. سرانجام مولانا ارزش و عظمت این حالت که همگان را بدان دسترس نیست توصیف کرده و گوید: برای وصول به چنین حال و مقامی جا دارد 100,000 جان برافشانی، چرا که این مقدمه لقای محبوب است. از پی این عیش و عشرت ساختن 100,000 جان بباید باختن. در شکار بیشه جان باز باش، همچو خورشید جهان ممتاز باش. گوارا باد آنان را که چنین نعمت و موهبتی عظیم دست می‌دهد و خوشا حال آنان که بارقه فیض و رحمت الهی رهنمون راهشان می شود و به بارگاه قرب و وصال بار می آوند. آری ای عزیز، کرم و رحمت او بی منتهاست. از جانب او همه افضال است و انعام و از سوی ما همه عصیان است و طغیان، و این از آنجاست که ما غرقه در هوا و تمنیات نفسیم. ما دل به غم تو بسته داریم ای دوست، درد تو به جان خسته داریم ای دوست. گفتی که به دل شکستگان نزدیکم، ما نیز دل شکسته داریم ای دوست. تا برنامه دیگر شما را به خدا می سپاریم. فیض حق بر شما صاحب دلان مستدام باد. شرح این هجران و شرح این هجران و این خون جگر، شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر یار، این زمان بگذار